تخته میشه. چرا که شد میره دنبال آوازو کنه. آخه جشن تولدت مهمون داری، پوش لباسات عوض بکن، یه خود خودت تمیز بکن. آخه امتحاناتم نزدیک، باید امسال مهندس بشی. آخ مهندس، اصلا من از این کلمه بدم میاد. این بابای پدر سلواتیت هم مهندسی، اصلا من دلم نمیخواد تو مهندس بشی. مادر تو خدا ولم کن، حوصله دعوا ندارم. بیچاره پدرم که مرد، بازم که داری فوشش میدی. چی میگی؟ جانجی تا سبد؟ نه با خدا، خودم دو چشم از پنجره دیدمش، حتما خودشه. حالا چیکار کنی؟ چطور رو بهش نشون ندی؟ چه فایده ای داره؟ بالاخره اگر او باشه که دست بردار نیست، امروز نشو فردا میاد، پس فردا میاد، پس فردا بردار میاد. تو دیگه بخواب، خودتو بزن به ناخوشی، من درست میکنم. سبیدی؟ اطاعت میشه. آقا چه تر میشی بریم؟ منظور آقای حسین قلی خانه؟ بله. آقا تشریف دارن؟ بله. بفرمین تو. سلام عرض میکنم. خب فرار کردی؟ اومدی اینجا چیکار؟ نه خب فرار نکردم، قطع شدم. اومدی اینجا چیکار؟ اومدی داغ کنی نه رو تازه کنی؟ حالا چی میخوای؟ ادعایی داری؟ نه ترسی، هیچ ادعایی ندارم، چیزی هم از شما نمیخوام، فقط میخوام پسرم رو ببینم. در مقابل این همه فداکاری فقط پسرم رو میخوام. این شرمی و وقاحتم اندازه داره. دختر عزیز و نازنین ما رو با کمال قساوت و بیرحمی جب و مرگ کردی، حالا اون دارد فداکاری میزنی؟ تو رو خدا از گذشته صحبت نکن، برای من دیدن پسرم از همه چیز مهم. نقشه تازه کشیده. نقشه چی آقا؟ بله نقشه کشیدی، برای تو میدونه که پسر 10 سال مرده. پسرم مردی؟ بله، 10 ساله که مردی. پس چرا به من خبر نداشت؟ چرا به من خبر نداشت؟ آقا بهت خبر دادیم، مخصوصا با دست خودم نوشتم و با آدرس زندان فرستادم. هیچ کاغذی به من نرسید. دست دستید نقطه تازه ای کشیده، این اصلا کاغذی بهش نرسیده. کاش این نامه من میرسید که دیگه به کلی امیدم از زندگی قطع میشونه میمون. دیگه چی میخوای؟ برو دیگه، اون جلوس نمرم نسیمه شده. اگه من تیگه پاشیه بگو کجا، من خودم برم بیارم. نه نه لازم نیست. خدا یا این چی بود سیدن؟ حالا چرا نمیری دیگه؟ چی؟ برای آخرین بار بهت میگم، تو هیچ بستگی با خانواده ما نداری. اگر یک مرتبه دیگه اسم خانواده ما رو به زبون بیاری یا در صدد مزاحمت ما بر بیاری، تو رو به پلیس اطلاع میدم. بله آقا، به صلاح توی که از تهران بری یک جای دیگه زندگی بکنی. برو از این چیزم دور شو، دیگه نمیخواد صورت مخصوصو ببینم. Thank you.
اگر اصرار میکرد و میخواست داریوشو ببینه هم میگوشت. باری چالو خوب دست به سرش کردی. داریوش تویی؟ بله مادر، با چی بیداد میکردی؟ کسی نبود، یکی از ارباب طلبای پر رو بود جوابش کردی. این چیه ساعته؟ حتما برای جشن تولد من خریدین. شما میدونستی ساعت من خرابه؟ ده ده پشتش هم دادی نوشتن تقدیم به پسر عزیزم. مرسی مادر، متشکرم بابا. خب من میخوام برم، چیزی نمیخوام بخرم؟ نه جانم لازم نداره. اگه دیر کردم ناراحت نشی. باز لابد میخوای بری پیش اون آواز خونه شب دیر برد. صد دفعه بهت گفتم این پنبه از گوش درار که با اون عروسی کنی. تو از فامیل محترمی هستی، باید یه دختر عیان و پولدار برات بگیرم. میخوام تو خوشبخت بشی. اگه میخواد خوشبخت باشم باید آزادم بذارید. من که دیگه بچه نیست. برو پسر جان، هر کاری دلت میخواد بکن، اما فکر آبروی خانوادت هم باش. ببینم حساب من رو بدونم چقدر میشه. 17 تومن. بیا خدافظ. سلام علیکم. آقا سیگار بدن. نمیخوام. من نمیدونی چقدر خوشحالم. چند هفته دیگه امتحاناتم تموم میشه. لیسانس رو میگیرم دیگه کار تمومه. خب بستری همینه که اینقدر خوشحالی؟ معلومه مهریزی. چرا خوشحال نباشم؟ من وقتی لیسانس پیدا کنم اون وقت آزاد و مستقل میتونیم با هم زندگی شیرینی رو شروع کنیم. خب بیا بگی، اینم هدیه جشن تولده. متشکرم. داریوش آقل باز، چند دفعه به تو گفتم تا زنت نشم حق نداری منو ببوسی. خب دستتو میبوسم. خب مهری جون امشب چی میخوای بخونی؟ همون تصنیفی که تو دوست داری، تنها موندم. تقصیر خودته که تنها موندی. خب حالا تو برو تو سالن منتظر برنامه من باش. منم لباسامو عوض میکنم تا حاضر بشم برای اجرای آوازم. بعدا خودم تو رو به منزلت میرسونم، چون امشب جشن تولدت سر بریشونه بهتره. برو جونم برو. تو سالن منتظر برنامه من باش تا کارم تموم بشه من بیام دنبالت. برو برو شید. خداحافظ. آقا بفرمه بفرمه. Thank you.
خیلی متشکرم آقا، کافیه. عسکرم کافیه قربان. لطفاً بفرمایید این طرف. معذرت می‌خوام آقایون. ببخشید. بفرمایید آقا. خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید. شما ها برید سر کارتون. صورتحساب آقا رو بزنم ببینم. بفرمایید. 32 تومن. من جبون ندارم. بیا این سه تومن همنام تو مالتن باشه بعد بردیدم کلا من رو بیا نمیشه آقا حسابتون رو بردیدیم برید کن آقا بذار بره کافر شروع کرد خوش آمدی آقا بیبرید خدا فر بعد فرمایش داری؟ بفرمایید من شما رو می‌بینم. چی شده؟ خدا رحم کنه نزدیک رو بره زیر ماشین. آقا، آقا، آقا. مثل اینکه مسته. آره مسته. چی شده؟ خانم این همون یاروه که امشب تو کافه مست کرده بود. حالا چی می‌بینی؟ این دیگه جای خواب نیستش که. ببخشید مزاحمت شدم. معذرت می‌خوام. آخه من ببخشید. آقا خونه کجاست؟ کدوم بره؟ خونه کدوم بره؟ نمی‌تونه. حتما پولم نداره خانم اجازه میدید با اتومبیل شما برسیم من بفرمایید سوارش کنید مانعی نداره آقا خونتون کجاست خونه من خونه ندارم خیلی مسته خوبه ببرمش کلانتری نه شب میبرمش منزل خودم فردا صبح که حالش خوب شد مرخصش میکنیم بره بیچاره نشون میده که آدم با آبرو و نظیریه شما کمکش کنید سوار بشید منم جلو میشینم خانم بنگاه خیریه درست کردن هر فقیر و بیچاره که میبینن یا هرچی پول تو کیفشونه بهش میبخشن یا صاف میبرن تو خونه بره نکنه آدم حقوق بازی باشه نه بابا ظاهر کشون میده که آدم نجیبیه نجیبه که این وقت شب تو خیابون مست کرده خدا به خانوم اون بده که اینقدر فقیر و بیچاره کمک میکنه افتار سلام سلام بیا کمک کن آقا رو پیاداش کنیم بیاریم تو داشت سلام علیکم سلام چی شده آقای مدیر چیزی نیست مست کرده ببرش تو بابا کارت خودت نبود کارتون که از خودت بود چقدر خورده ماشالله ناراحتش نکنیم افتار ببر تو اتاقت بخواب اون فردا صبح مرخصش کن بره خانم خیلی خوب شد ثواب داره با بنده دیگه فرمایشی نداری؟ نه خیر. با اجازه. یوسف آقای مدیر برسون برگرد. بعد خانم.
میزتون آوردم خانم. ببینم مگه اون آقای بیچاری رفت؟ نه خانم، هنوز خوابیده، مثل اینکه چند شبان روز خواب طلب کار بوده. آها، عیب نداره، بذار بخوابه. وقتی بیدار شد صبحانه میگیرم نش میکنی بره. گوش کن ملیه. بله. چطوری یک کمکی بهش بکنی؟ بیچاره مثل اینکه آدم آبرو داره. بد نیست. این پولی میدی به اصغر، یواشی که بذاره تو جیبش. کش کن. آقا، آقا بزن، آقا باشو ببینم. آقا صبح شما بخیر، انشالله که دیشب خوب خوابیدین. سلام علیکم، خیلی متشکرم. من کجا؟ اینجا اتاق اصغر خان، نوکر خانومه. انشالله حالا دیگه عقل به کله مبارک برگشته و حالا میفرمایید برید منزلتون. حتما دیشب والد آقا مصطفی پاشنه در کلانتری رو از جا کنده. باید من رو ببخشید، اسباب زحمت شما شدم. اوه، قابلی نداره، فقط یه لقمه خواب میل فرمودین دیگه. حالا بفرمایید چایتون هم میل بکنید. خانوم فرمودن چایتون رو بخورید بعد از اینجا تشریف ببرید. خانوم؟ بله، خانوم مهری خانوم، همون که برای فقیر بیچارا قرض میکنن. خیلی متشکرم. از قول من از ایشون تشکر بکنید. همینقدر که ندیده و نشناخته منو مهمون کردن ازشون خیلی متشکرم. نه جون شما، حتما باید چای میل بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خب من باید برم. خیلی متشکرم. اگه شما چای میل نکنید خانم من دعوا میکنم. نه تعارف نکنید باید برم. خب اینکه نشد آقا. ممنونم، خیلی ممنون. حالا یه چای بیل بفرمایید آقا. باید برم. لطف شما کم نشه. مرحمت. خداحافظ شما. مرحمت شما کم نشه. ملیحه اصغر، اصغر معلوم کجا موندن که نمیان برن در باز کنن. سلام خانم، ببخشید. فرمایشی داشتی؟ خیلی معذرت بخوام خانم، دیشب حال من خیلی بد بود.
نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. خیلی مست بودم. خیال میکنم در اثر مستی نفهمیدی پول شما رو برداشتم. حالا اومدم بهتون پس بدم. امیدوارم منو ببخشید. این پول مال خودتونه. لابد از خر گذاشته تو جیبتون. میدونین فکر کردم ممکنه شما پول نداشته باشین. البته این کرایه تو 3 تومن خودتونه. خانم خیلی متشکرم. همونقدر که دیشب منو مهمون کردید خیلی ممنونم. قابلی نداره. حالا تشریف ببرین منزل، بعد به من پس میدین. آخه من منزل ندارم. چطوره؟ مثل اینکه حالتون خوب نیست. هنوز احتیاج به استراحت داریم. بفرمایید خانم، روز بخیر. خیلی متشکرم. رو درواسی نکنید. مثل اینکه شما این ناراحتی فکری دارید. بفرمایید تو چند دقیقه با هم صحبت بکنید. منم در زندگی مثل شما تنها. خانم شما خیلی مهربون هستید. من نمیخوام از طور زحمت شما بشم. بفرمایید تو، زحمتی نیست. ای با شما که هنوز اینجا باید شدی؟ بفرمایید تو، خجالت نکشید. خواهش میکنم، بفرمایید. خب دیگه ببینم اسم شما چیه؟ اسم من مهرآوره. اسم منم جهانگیر. بفرمایید، خواهش میکنم. خب مشروب میذاریم براتون بیارم؟ تعارف نکنیم. خب آقای جهانگیر خان، چه کاره هستی؟ الان هیچ کاره. آها، هیچ کاره که نمیشه، بالاخره یه کاری داری؟ بله، مهندس بودم. آها، چه خوب، مهندس. خب، چرا اوقاتتون تلخه؟ لابد با دوستاتون دعوا کردی، یا اینکه با خانمتون حرفتون شده؟ اینا که چیزای مهمی نیست. کاش اینطور بود. پس چیه؟ چرا ساکتی؟ حرف بزنید. تعریف کنید. چی میخواید بگم؟ خب، الحمدلله که لبخند زدی. حالا بگید ببینم چرا اینقدر ناراحتی؟ خب چرا بی جهت با من محبت میکنی؟ اگه بدونید من کی بودم، فوراً از خونتون من بیرون میزدی. شما کی بودی؟ خانم من 18 سال در زندان بودم. منو به جلو قتل گرفتن، زندانی کردن. قتل؟ شما قتل کردی؟ بله، قتل. قتلی که مرتکب نشده بودم. خیلی عجیبه. خب چی کار میشه کرد؟ سرنوشتم اینطور بود. تعریف کن. به من اطمینان داشته باشید. خانم چه فایده داره؟ جز اینکه متأثر بشید، یا در دلتون بگید که من آدم حق باز و دروغگوی هستم، چه نتیجه داره؟ نه، مطمئن باشین درباره شما همچه فکری نمی کنم. خواهش میکنم تعریف کنید. آخه درد دل کردن از سنگینی بار غم کم میکنه. 18 سال پیش من مهندس جوان و آرزومندی بودم و به خاطر سعادت و تأمین زندگی زن و فرزندم شب و روز زحمت میکشید. چون ازدواج من و همسرم از عشق سرچشمه میگرفت و برخلاف میل پدر و مادرش با هم ازدواج کرده بودیم، اونا زیاد از من خوششون نمیومد. با وجودی که تمام ثروت منو به عنوان مهریه دخترشون از من گرفته بودن، بازم راضی نبود. کار منم انقدر عایدی نداشت که کفاف خوشگذرونی ها و ولخرجی های اونا رو بده. اونا میخواستن دخترشون از من طلاق بگیره و زن یک آدم ثروتمند بشه. بله؟ سلام جمشید خان. آره، خیال داشت بره اما درست نمیدونم. آه، داری میان. چکم، اصل تلفن بزن، اون وقت معلوم میشه. آره، اصل تلفن بزن. خداحافظ. سلام علیکم. سلام مامان، سلام پاپا. سلام، با من کار داشتن؟ نه خیر، با من کار داشت. بابا دیگه خواهد بره. بره بابا جون. مگه
میخوای بری؟ آره باید برم. خب پرمین جون من دیگه میرم. خداحافظ. 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 این پسره که مثل دیوونه هست، همش دنبال کار میدوست. باز که شوهر جونت میخواد بره مسافره هست؟ معلوم نیست، فیلن امشب قرار گذاشتیم که با هم دیگه بریم سینما. که عجل که امشب میخواد ببرد سینما؟ مامان، باز تو رو خدا شروع نکنه، میگه چرا باید کار کنه خرجی ما رو در بیاره؟ مرد شور، آخه شوهر خر بود رفتی با یه جوان لات و گدا عروسی کردی؟ حالا بکه تا دند درد. سلام علیکم. سلام علیکم. خبر تازه‌ای نداری؟ چرا آقای مهندس؟ از سازه تلفن کردن که دو روز استیمان نرسید. همه کارا لنگ مونده. یکی از پایه‌های پل خراب شده. هر طوری هست شما فوراً تشریف ببرید. خیال می‌کنم موضوع خیلی مهم و فوریه. پس به زحمت جواب بدید که من خودم فوراً حرکت می‌کنم میرم اونجا. در ضمن بفرستید از بانکم پول بگیرن که من حقوق کارگرا رو با خودم ببرم. بسیار. بفرمایید. الو پرمین جون. سلام پرمین جون، گوش کن، در کارگاه یه اتفاقی افتاده که من حتما باید برم اونجا. آره لازمه. چمدون حاضر کن، منم تا نیم ساعت دیگه میام. جهانگیر مادرم حق داره، تو اصلا یه دقیقه به ما نمیرسی. مگه نگفتی که امشب با هم دیگه میریم سینما؟ بازم میخوای بریم مسافرت؟ لازمه لازمه، همیشه این حرفا رو میزنی. خیلی خوب، حاضر میکنم. با چه خبر شده؟ هیچی ماما، باز جهان میخواد بره مسافرت، گفت چمدونشو حاضر کنم. بفرمایی، این هم عشق شوهر جونه که همدیگر دوست داریم، همدیگر دوست داریم. همدم جان، مثل این که دیگه تصمیم قطعی داری بین این دو نفر رو با هم بزنی. البته، ما چند تا دختر داریم؟ ما این یه دونه دختر که باید خوشبخت بشه، بدبختانه اونم گیره اون لات و بی پول افتاده که شب و روز باید قصه بخوره. والا من از نقشه های تو هیچ سر در نمیارم. پس ازم بذار کارامو بکنم. فعلا برم یه تلفن به جمشید خان بکنم، بیاد اینجا یه پوکری بزنیم، بعدم بریم گردش. میدونی داماد آدم خود مثل جمشید خان باشه، تا درمون بخواد برامون پول خرج بکنه پولش هم تموم نشه. مسافرت منم تنها تو خونه بمونم. قول بهت میدم وقتی برگشتم همیشه با هم باشیم. راستی جان گریارم رفت هفتیر که بذارم. نمیخوام جونم، بذار تو کشو. بله من همون روز فوری به طرف محل کارم که در راه چالوس بود حرکت کردم، ولی در بین راه فهمیدم که تونل ریزش کرده، راه بند بود. بیا چی شد؟ آقای مهندس میگن راه بند اومده. چطور؟ بله نادرعلی خبر آورد که تونل ریزش کرده. مطمئنی؟ بله اگه خیلی عجله دارین از فیروزکو برید. نادرعلی چی شده؟ بله بنده آقا اونجا بودم که تونل ریزش کرده. تو خودت دیدی؟ بله. عجیب. پس از این که از مسدود بودن راه اطمینان پیدا کردم، سفارشات و پول رو توسط یکی از کارگرها فرستادم تا حدی خیالم راحت شد. تصمیم گرفتم به تهران برگردم که شب با زنم به سینما برم. فکر میکردم زنم که تو خونه تنهاست از مراجعت من خوشحال میشه. نمیر نداره. نمیر من میرم تو اتاقم، سرم درد میکنه. با اجازه شما. کجا به این زودی؟ بازم خواستم بریم بیرون؟ سرم درد گرفتی، میرم بخوابم. فرم خانم، شما خیلی کم لطف هستی. بعد از مدت ها ما اومدیم اینجا شما ما رو تنها میذاری؟ اختیار داری، سرم خیلی درد میکنه، نمیتونم بشینم. میتونم ازتون خواهش بکنم، این به عنوان یادگاری قبول بکنی. اینقدر کم لطف نباشی. نه متشکرم. درست ناقابله، اما مخصوصا بر شما سفارش دادم، ببینید. به به، چه قشنگی. بگه دخترم دست جمشو خانو رد نکن. خواب یادگاریه. نه مادر مرسی، رفتم بخوابم. پروین جون، الان بازی تموم میشد، میرفتیم بیرون گردش میکردیم، هوا میخوردی، سر بهتر میشد. آخه من بر خاطر تو میام اینجا. چرا میخوای بری بخواب؟ این جمشید خان چه جوان مهربونی. بازداری مرسی، متشکرم.
فقی برای من یه لیمونات بیار. ببخشید که مزاحمتون شد. معذرت خواهم. جانجی تویی؟ پروین کجاست؟ پروین؟ میگم پروین کجاست؟ به نظرم تو آشپز خونه باشی. تفلک دخترم باید شب و روز تو این خونه مثل یک کلفت. اون با شرفه که ماشین شدم در گذاشته کجا؟ آقای جمشید خواهی میگی؟ اتفاقا اینجا بود. ما ازش خواهی کردیم که بیاد ماره برگردی. جهانگیز من قابل تو نیستم. من ببخش. چی کار میکنی؟ آقای دخترم رو کن. نگفتن این جانی بیرفت. بریم ببینیم چه بلایی به سرش اومده. بریم بالا. آقای دخترم رو کن. چی کار بکنم خانم؟ تلفن. زود به تربانی تلفن بدم بیا توقیت رو کنم. زود. زود. آقای چطور شد؟ کشتی دخترم و قاتل بیرم؟ بله خانم، به این وضع زنم خودش رو کشت و من مات و متحیر ناظر این صحنه بودم. به قدر این اتفاق غیر منتظره و ناگهانی بود که قدرت حرف زدن از من سلب شده بود. چند دقیقه بعد پلیس و طبیب قانونی آمدند و منو که ساکت و هفتیر به دست بالای سر پروین هنوز ایستاده بودم و حرف نمی زدم به عنوان قاتل زنم به زندان بردند. در تمام طول محاکمه نتونستم دفاعی از خودم بکنم یا نخواستم، نمیدونم. همینقدر میدونم با تمام قدرتی که وکیلم در دفاع من نشون داد به واسطه سکوت خودم و علائم و دلایل واضحی که موجود بود به زندان ابد محکوم شدم. روزی محکومین به زندان ابد را از تهران به کرمان و بعد به بندرعباس بردم. در این مدت من هیچ خبری از پسرم و خانوادم نداشتم تا اینکه بعد از 18 سال زندان مورد عفو قرار گرفتم و آزاد شدم. یک سر به تهران اومدم و به سراغ پسرم رفتم. پدر و مادر زنم رو پیدا کردم. اونها با کمال سردی و بی‌اعتنایی خبر مرگ پسرم رو به من دادن. در اونجا فهمیدم که داریوش عزیزم 10 سال پیش مرد. با خفت و خاری از اونجا بیرونم کردم. نفهمیدم چطور شد به کاباره شما اومدم. بقیه داستان منو خودتون بهتر میتونم. ناراحت نشین خواهش میکنم. خانم شما اولین کسی هستید که از سرگذشت حقیقی من مطلع میشید. حالا هر فکری میخواید بکنید بکنید. من یک آدم مهمل بی اراده بی کس و کاری هستم که حتی قدرت خودکشی هم ندارم. بیرم ببینم بقیه سر نوشتم چی میشه. خدا حافظ خانم. کجا؟ آقای مهندس، سرنوشت شما به قدری دردناک و غمش منقدر بزرگه که من جرأت نمی کنم شما را تسلی بدم. آقای مهندس؟ بله آقای مهندس. خب حالا اگه شما همه چیزتون از دست دادی؟ و به قول خودتون دیگه هیچ چیز و هیچ کسی رو نداریم؟ لااقل معلومات و تحصیلات و تجربیاتتونی که از دست ندادیم. نمیدونم، ولی در هر حال به چه درد برمی کنم؟ کسی که دیگه به من کار نمیده. من هم دیگه حال و حوصله کار کردن ندارم. واقعا سرنوشت چه بازی هایی داره. ولی من که نباید شما رو نصیحت بکنم. ببینید، منم مثل شما خیلی رنج بردم و هنوزم اغلب ناراحتم، ولی با کار همه چیزو فراموش میکنم. شما هم کار کنید، مشغول بشید تا رنج و ناراحتی رو فراموش بکنید. من یه خورده سرمایه برای خودم پس انداز کردم. دلم میخواد با این پول وارد یه کاری بشم. شما حاضرین با من شریک بشین؟ شریک؟ من که پول ندارم.
ولی تجربه و ابتکار و تحصیلات و صداقت و پشتکار که داری. پول از من، کار از شما، نصف نصف شریف. قبول کردی؟ حسن، بیا ببینم. آقای مهندس هستن؟ بله، بفرمین تو کارگاه. آها، برو کارگاه. بالا خون سنگا رو بریدی؟ بله. دقت کن سنگای چاپ باشه. اینا هم باید 40 در 80 باشه دقت. ما می‌نیسم 275 تا یه بشه. بله. اون ماشین جدیدم کم کم بعد راه بیفته کارمون خیلی زیاده. به نظر تو دور موتور زیاد نیست؟ زیاده. سلام آقای مهندس. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ اوضاع چطوره؟ کارا خوب پیش میره؟ راضی هستی؟ در واقع چند دفعه به شما گفتم اسم من مهریه. خواهش میکنم به من مهری بدین. آخه مهری خالی که نمیشه. چرا نمیشه؟ من اونطور بیشتر خوشم میاد. خیلی خوب. اینجا خیلی سرصدا زیاده. بهتره بریم بیرون حرف بزنیم. حقیقتا شما خیلی خوب کار میکنید. کارخونه خیلی توسعه پیدا کرده. مشتری ها همه راضی هستن. من برای شما یه جایزه خوبی آوردم. مهری مگه قرار نبود حالا اتومبیل نخرید؟ چرا بلخرجی میکنی؟ بلخرجی چی؟ عباس؟ سلام. اون سویچ اتومبیل بیار بده با آقای مهندس. ببخشید آقای مهندس، این اتومبیل رو اپول شرکت نخریدیم. خانم اپول خودشون خریدن. رفتم همه جا رو گشتم، خیلی ارزون و عالیه. بفرمایید این سوی کارخونه به این گندگی که نمیشه مهندسش بی ماشین باشه. اون وقت ما رو دو ماه سوردید اینجا همش میخوریم و میخوابیم. بالاخره ما هم باید تو این شرکت یه کاری کرده باشیم. اما خانم راستی من هیچ راضی نبودم این خرج اضافی رو بکنیم. به هر حال برای شما یه ماشین لازم بود. در ضمن کم از بهتون بگم اسم من مهریه. راست خانم مهری خانم میخواستم به ببخشید مهری میخواستم بهتون بگم که ما چند تا مهندس و سرکارگره که اجازه من اگر اجازه بدید استخدام بکنید. هیچ مانعی نداره. با ما فرمایش نداری؟ نیست سن بین 20 و 25 بتواند در خارج سر زندگی کند. تمام خوشحالش واسه اون آقا بود. با اینکه بهش گفته اگه کار پیدا کنی باید ازدواج میکنه. اینه که بد نگفتی. تو که پال نخودی. هیچ وقت بد نیمی. تو هم مثل دعان ایسا میبینی. به همه میگی گره تو کارتون افتاده که پیشت بیان و دعا بگیرم. خب دیگه فلسفه نبا. خیام کنم بزن داری سیزر در بگیره. الو مهری خانم هستن؟ پس میزنه. مهری جون سلام. حالا چطوره؟ چیکار میکنی؟ هیچی. خب بیا. اما خیلی وقت ندارم. دارم تمرین میکنم. خب خدا حافظ. ای با گیلاسات من تو خالی
جالبه. آهنگ قشنگیه. بنده بله بله خیلی قشنگه. خانم توجه کنید چه اینطور شده. ماه آسمان را ببین، شمع عاشقان را ببین. خب حالا تمرین کنید. ماه آسمان را ببین، شمع عاشقان را ببین. سلام. اومدم ازت خواهش کنم چه روز نامزدیمونو تعیین کنی. خب بیا این شربت خنک بخور تا آتشت خاموش بشه. داریوش بالاخره تو چی میخوای عاقل بشی؟ همین الان. حالا دیگه شایستگی ازدواج با تو رو دارم. من رفتم سر کار، میتونیم با هم دیگه ازدواج بکنیم. آخه اینطوری که نمیشه. خب آقای داریوش خان حقوق چقدر میگیرین؟ آخه خرجمون خیلی زیاده. فکرشو کردین؟ راست میگه، حقوق چقدر میگیری؟ هنوز سر کار نرفتم که حقوقم معلوم باشه. تو چرا انقدر مادی شدی؟ میدونی داریوش، دو نفر که همدیگر رو دوست دارن مثل بچه ها فکر میکنن. وقتی که نامزد شدن مثل جوان ها فکر میکنن. وقتی که ازدواج کردن اون وقت عقلشون میرسه و فکر پول میکنن. من از همین حالا میخوام مثل وقتی که ازدواج کردن فکر بکنم. حالا تو برو بشین شربت تو بخور، منم به کارم میرسم. خیلی موازه رو آقای کاشینا دست خدا موازه نشید. ماما درجه رو آقای رو بریم تو هم بیا. خیلی خواهد بیا بنا عباس چکار داری؟ آقا استخدامی ها تو دفتر منتظر هستن. اگه با ماشینم کار ندارید برم بشورم. برو بشوره. حالا خودت که تو راضی هستی؟ راضی؟ دارم از خوشحالی قطع میکشم. یوسف چون تو که خوب میدونی من دو سه ماه دیگه باید دارم امریکا. اینجام شد نشد. آره آره ما هم شد بریم آلمان. خوش به حالتون. ما که از این شانسا نداریم. سلام آیول، لابد برای کار تشریف بود. بله. اما خیلی متاسفم دیر تشریف بودید. آقای مهندس واسه این اعلان که تو روزنامه چاپ شده بود اومدیم. اونایی که زودتر اومده بودن موفق شدن. ما برای کارگامون احتیاج به چند نفر سرکارگر داشتیم، استخدام کردیم. چی؟ استخدام کردی؟ پس دیگه کسی رو نمیخوام؟ آقای عزیز، عرض کردم، اونایی که سرخیز بودن کامروا شدن. در هر حال شرکت ما در حال توسعه است. اسم آقایون یادداشت بکنید، امیدوارم به محض اینکه جای خالی پیدا شد یا احتیاج به استخدام تازهی پیدا کردیم اول آقایون رو خبرم. ما بی خود اومدیم اینجا، را قلبستیم. آی ما اندسالا نمیشه یک کاری به ما بدین همینجور پلکین. خیلی متاسفم آقایون، اینجا یک شرکت خصوصیه و محل پلکیدن و وقت تلف کردن نیست. قول بهتون میدم به محضی که احتیاج پیدا کردیم شما رو خبر بکنیم. خواهش بکنم، بفرمایید. خیلی متشکرم. خدا مرحمت. خدا حافظ شما. آقای مهندس معذرت میخوام، من خیلی میل دارم کار کنم. به شما قول میدم که از من خیلی راضی باشید. حتی حاضرم هر چند وقت که بخواید مجانی کار بکنم، چون میدونید یه من باید حتما کار کنم. چه مطلبیه؟ حتما کفیل مخارج خانوادتون هستید؟ نه خیر آقای مهندس، کفیل مخارج خانوادم نیستم، اما اگه یه کاری پیدا میکردم خیلی سعادتمند میشدم.
میدونید خیلی لازمه مشغول کار بشم. باور کنید من اصلا در بند پولم نیستم، فقط یه کاری به من بدید. خب بفرمایید اسم شما چیه؟ کی دیپلم گرفتید؟ همین امسال از دانشکده فنی لیسانس گرفتم. اسم بنده قربان داریوش، داریوش میرانی. قربان اگه اجازه بفرمایید همین امروز مشغول کار میشم. من حتی لباس کار و اساسیم هم آوردم که شبا بمونم. آخه در روزنامه آگهی کرده بودید که باید در خارج شهر موند. ببخشید چی گفتید؟ اگه اجازه بفرمایید همین امروز مشغول میشم. اسباب و اساسیم هم آوردم. به همین زودی؟ شما خیلی عجله دارید. بله آقای مهندس، خیلی خیلی میل دارم که کار کنم. بسیار خوب، پس بفرمایید شما رو معرفی کنم تا ترتیب کارتون رو بدم. خیلی متشکرم. اون دستگاه سنگباری جدید ما ساده وارد کردیم. اون 36 تیغه داره. زیرش هم تیغه های عمودی داره که این سنگ رو خورد میکنه. چون این سنگ رو زفر؟ اینو ببر. نگار. اون برش بلنده یک کمی دیگه بسازی. باش بابا. خوبه؟ پنترش اون پنتر؟ پس بفرمید. آقای مهندس، امروز پنجشنبه است. تو سر تعطیل کنیم، میخوایم با آقای مهندس بریم سر. شما بفرمایید صندوق پولتو بگیرید. نه، پول نمیخوام، اما خب کارو تعطیل میکنم برای اینکه شما زیاد معطل نشین. ببینم آقای مهندس زن و بچه‌م داره؟ نه بابا، زنش کجا بود؟ ولی آره، میخوام بیام شهر قلن یه همون سلمونی هم برم. آره میام پیشت حتما. ببینم باید زود برگردم چون خیلی کار دارم. قربون تو، خداحافظ. سلام آقای مهندس، خوب کارتون تموم شد؟ بله آقای مهندس، میخواستم بیشتر کار کنم اما دیدم کارگرا باید برن. خیلی خوب کاری کردید. خب امروز که پنجشنبه است و فردام جمعه، حتما میخواید برید شهر ها؟ اگه اجازه بفرمایید. ناراحتی؟ نه خیر، کار دارم. چطور؟ دلتون برای پدر مادرتون تنگ نشده؟ چرا؟ ببینم، شما نامزد داری؟ بله آقای مهندس. حتما خیلی دوستش داری ها؟ خیلی دوستش دارم. انشالله یه روز بهتون معرفیش میکنم. خیلی خوشبخت میشم. خب، من باید برم شهر. شما را میتونم برسونم. خیلی متشکرم. چی اینقدر دوغ میزنی؟ خیلی عجله داری آمان؟ نه آقای مهندس، عجله کار شیطونه. گفتم زودتر بریم شهر، ما هم یه سری بزن و بچه‌مون بزنیم. خب پس زودتر بریم. بفرمایید آقا. خیال داری عروسی بکنم؟ والا من که دلم میخواد هرچی زودتر. مگه اشکالی در کارتون هست؟ اول از همه پدر و مادرم با ازدواج ما مخالفم. چرا مخالفم؟ هیچی، بی خودی، روی تعصب، واسه اینکه من خودم نام زدم و پیدا کردم. اونا نرفتن خواستگاری. به هر حال یادت باشه وقتی که زندگیتو مرتب کردی ازدواج کنی که دیگه محتاج اونا نباشی. خونت هم جدا بکن و الا کار دستت میده. مخصوصا داماد سرخونه نشد. عباس باز که داری تون میری، میخوای دو مرتبه بری آبخونک بخوری؟ آی مهندس، اینا هاش از ساعت بیشتر نیست. این مردم مثل این که کورن، ماشین به این گندگی رو نمیبینن. لا 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 آقا راستشو بخواید ما ترسیدیم. اجازه بدید دم این قهوه خونه نگه دیدیم یه لیوان آب بخوریم. خیلی خب نگردم، ما میخوام یه چایی بخوریم. اما به شرطی اینقدر تون نریا. حالا ما جهنم، اما این داریوش خان خیلی آرزو داره. نگردم همینجا دیگه. چه واسه دیگه کجا میری؟
عقبه چی؟ جات چای تمیز با یه پرس آب خوردن بیار اینجا. خب بس که هنوز آدم نشدی تو این جاده 120 کیلومتر سرعت داشت. جون شما از صد بیشتر نمیرفتیم. بله 50 60 کیلومتر هم زیاده برای این جاده. چه خبرته؟ راست میفرمایه خیلی تون میری. چک کنم وقتی میشینم پشت رول میزنه به سر. به خدا دست خودم نیست. به سر اسمشو نیا. موضوع چیه؟ هیچی آقا جای شما خالی. آقا ما یه وقتی با این آقای مهندس یه دل خیلی خوبی صفا میکردیم. حالا باید میگه بریم اونجا. کجا بود؟ چی کار دارید؟ خدا قسمت کنه. این عباس خیلی جوان خوب و شوخیه، اما همونطوری که فرمودین گاهی به سرش میزنه. خب عباس نگفتی کجا بود؟ داستانش خیلی مفصله. ایشالله سر فرصت برای تو تعریف کنم. بله آقا شما دیگه زیاد تون نرید، همه چی بگه نمیشه فوری فهمید. بالاخره من نفهمیدم کجا بود. حالا پاشید بریم، دیر میشه، بعد برای تون تعریف میکنم. بلاش بریم. بله چی؟ این دوتا من باقیشم انعامه. بفرمایید آقا رسیدی. عباس تو آقای داریش خانو به منزلشون برسون، ضمن منزلشون یاد بگیر. نه آقای مهندس لازم نیست، من خودم میرم منزل. نه مخصوصا باید شما رو برسونه که خونتون یاد بگیره. بعدم بی پیش من شب برمیگردی؟ آره شب بیه کافه تو. خب مهدی جون اگه اجازه بدی من برم، تو خیلی کار دارم. تو که همش به فکر کار هستی، اقلا بیا تو شام بخور. خیلی خوب میام تو. من میرم لباسامو عوض کنم. آقای مهندس سلام علیکم. عباس تو قربون ماشین خراب شده بود، دادیم درستش کردم. خیلی خوب حالا ماشین گرفتی؟ بله قربون الان حاضره. بسیار خوب همینجا باش تا من برم تو برگردم. چش. من گفتم از موبه مومن، رویم از موبه مومن،
دیدم در رهی دلبری لاله رو چون نسیم از پیش می روم تو بگو من می روم تو بگو من ماه آسمان را شمع عاشقان را نور اختران را نور اختران را دامان گردون پر اختر دامان عاشق پر گوهر پر آسمان را شمع عاشقان را نور اختران 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 را عباس تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام، منتظر آقا مهندسم. مهندسم اینجا؟ بله. چه خوب عباس. سلام سلام آقای داریوش خان، چقدر خوب کردین. لابد با نامزدتون رانده بودید ها؟ اتفاقا درست هستید، شما میخواین تشریف ببری؟ آره جونم، من باید برم، خیلی هم کار دارم. خب حال خوبه؟ اگه تشریف داشتید نه نه درست نکن، من باید برم، خیلی هم کار دارم. خدافظ. خرابه تاکسی آوردم، با تاکسی تشریف ببرید. من هم داریوش. آه یا تو مهری تو. سلام، نمیدونی چقدر خوشحالم، بالاخره کار خوبی پیدا کردم. اما اگه بدونی یه هفته چقدر دلم واسه تنگ شده بود. اوه بازم که شروع کردی. پس من حق ندارم بعد از این همه مدت تو رو ببوسم؟ نه، من حالا کار پیدا کردم، یه کار خوبی هم هست. اونطوری که دلم میخواست میتونم یه زندگی مستقل درست کنم تا بتونیم با هم رسما نامزد بشیم که اگه خواستم ببوسم دیگه بهانه ای نداشته باشی. یا اینم بود. حالا خوب شد، بذار برم لباسم عوض. ببین دو سال تو رو دوست دارم، به خاطرت بارها با پدر و مادرم دعوا کردم. حالا میگی هنوزم صبر داشته باشم؟ مهری جون به خدا قسم خسته شدم. وقتی که موثر بودم میگفتی جوونم، شاگرد مدرسه‌ام، اما حالا که کار پیدا کردم چی، چرا انقدر اذیتم میکنی؟ خانم نوبت برنامه شماست، فکر نمیفرمایید. خدایا خیلی دیرم شده. داریوش تو برو تو سالن. آقای مدیر خواهش میکنم داریوش خانو راهنمایی کنید. حالم خیلی خوبه، مشغول کار هستم. یاد منم هستی؟ چطور میتونم نباشم؟ اینجا همه چیز مال توه. راستی؟ همه چیز حتی... اوه خیلی دلم برات تنگ شده. وقتی تو میای شهر مثل اینه که طلبکارا دورت گرفتن، زود میخوایی فرار کنی یا از من فرار میکنی؟ نه والا، این حرفا چیه؟ خیلی دلم میخواد پیش تو باشم، اما آخه کار... فهمیدم، پس کارت واجبتر از منه. نه منظورم این نبود، آخه این کارم مال توه. روز پنجشنبه بیکارم میام پیشه، با هم میریم گردش. خب آقای مهندس اجازه هست؟ خب مهری جون، اگه اجازه بدی برم سر کارم. خداحافظ. خب بگو بنا. خواستم از کنم اون کارایی که فرموده بودین تموم کردم، دیگه فرمایشی نداری؟ چرا چرا، بیا این نقشه رو میگیری، بیا خوب مطالعهش بکنی. ضمناً از اول ما شما کارمند رسمی شرکت ما هستی، دستور دادم اسم شما رو تو لیست بنویسم، اگر لازم شد شما رو به شریک خودم یعنی صاحب حقیقی اینجا معرفی میکنم. خب لابد امروز پنجشنبه است و میخوای بری شهر ها؟ میخوای بری نامزد تو ببینی؟ خیلی عجله داری، برو برو. خب داریوش خواهد چه عجب. سلام از طرقا خانم، تشریف دارن؟ نه خیلی، تشریف بودم بیرون. نمیدونی کجا رفتن؟ والا رفتم مسافرت، فکر میکنم به زودی ها برگردم.
مسافرت؟ چطور یه دفعه؟ والا نمیدونم. مثل اینکه یه کاری، چیزی، شرکتی درست کردن. نمیدونم والا، درست نمیدونم. کار چیه؟ شرکت چیه؟ چطور تو نمیدونی؟ نکنه کلک میزنی؟ اختیار دارین داریش خواهد، ما با شما از یه حرفا نداریم. بفهمی خودتون ملازم فهمی قربان. پس من یه تلفن میزنم. یه تلفن هم بزنیم. تو برو سر کارت، من خودم تلفن میزنم. ملیه؟ بله آقا. سلام. سلام ملیه، خانم هستم؟ نه خیر نیستم. نکنه خانم قایم شده به تو گفته که من اومدم بگو نیست؟ این چه فرمایشیه؟ شما که غریبه نیستی؟ اختیار دارید آقا. نه ملیه، شوخی کردم. بیا اینو بگیر. مرسی آقا. الو مادر سلام، حالت چه خوبه؟ آره شهرم، خونه مهری. هیچی، اومدم شهر. الان میخوام برم خونه یکی از رفقام، بعدم از اونجا میرم کارخونه. خیلی کار دارم. نه شب نمیمونم. آخه میدونی رئیسم تنهاست بیچاره. خیلی مرد خوبیه. خانم امیدوارم از گردش امروز راضی باشید. بله خیلی، حقیقتاً جای قشنگیه. راستی اگه گرسنه‌تونه چطوره بریم بالای صد یه رستوران خونجا با هم نهار بخوریم؟ خیلی خوب، بریم. علیکم قربونه تو. سلام آقای مهندس. سلام، حالت خوبه؟ روز تعطیلی چرا اومدین؟ شهر کاری نداشتم، اومدم به مهندس کمک کنم. کجا هستن؟ نمیدونم، با خانوم رفتن گردش سد کرد. خانم کیه؟ خانم ارباب دیگه. من تا حالا ندیدینش؟ نه. آخه آقای مهندس خیلی کم حرفه. برای اینکه فکرش زیاده. خب من میرم دفتر، اگه اومدن منو خبر کن. خیلی خوب، خوش اومدی. کاری نداره، این ساعت کرج دوره یا پیاده میشه رفت؟ دور نیست، من میرسونم. خیلی ممنون میشم، بریم. بفرمایید. یه
نگاه کن چه قشنگه. خب مهری جون، نهارش که بد نبود. نه اتفاقا خیلی هم خوب بود، خیلی قشنگه، خیلی هم عظیمه. آره مهری جون، از اون پایین تا اون بالا 180 متره. پشتش هم یه دریاچه درست شده که 15 کیلومتر طول داره. همون بود که تو قایقرانی کردی. که گفتی ارتفاع این سد 180 متره، تو فقط حرفای فنی بلدی بزنی. سد، دریاچه، ارتفاع، چیز دیگه ای نمیتونی بگی؟ آخه چی بگم؟ خب حالا چطوره که من شروع کنم؟ بگم که دوست دارم. مهری، شاید احساس کرده باشی که چقدر سعی کردم محبت و صمیمیت تو رو تلافی کنم. از روز اولم که چشمم به تو افتاد مجذوب تو شدم. مهری، تو من از جهنم زندگی بیرون آوردی. امیدوارم بتونم همیشه تو رو تو بهشت زندگی نگه دارم. آرسی، یه وقتی از یه جوانی صحبت میکردی میگفتی نامزدته، چطور شد دیگه حرفی نمیزنی؟ یه جوونی خیلی به من علاقه داره، ولی ما هنوز با هم نامزد نشدیم. خیلی جوونه. بله، به پدر مادرش هم با من مخالفه، میگن که من خواننده هستم. عجب آدم های احمقی هستن. ولی خب باید این مسئله هم حل بشه. این مسئله از نظر من حل شده است. اون خیلی بچه هست، به درد من نمیخوره. کردی؟ تو چی هستی که من تعقیبت کنم؟ ببین داریوش، بالاخره تو باید میفهمیدی که حق با پدر و مادرم بود، که تو با این ظاهر آراسته، با اون تبسم‌های شیطونی منو فریب میدادی. با احساسات من، با عشق من، با زندگی و آینده من بازی میکردی. بالاخره من فهمیدم که تو یه زن پستی هستی که شاید تعداد زیادی از جوانای مثل منو فریب دادی. هیچ میدونی که طرف مقابل شما یک خانومه، منم رئیس شما هستم. این چه طرف حسادتیه؟ دیوونه شدی؟ این همون جوانیه که ادعا میکنه نامزد شما؟ بله. ادعای نامزدی؟ این دو ساله که به من قول ازدواج داده، برای خاطر اون پدر و مادر بیچارم و رنجون. خب ساکت باشید. حس نیست جوانی مثل شما اینقدر بیادب باشه؟ بیادب خودتی. حالا میفهمم نصایحی که به من میکردی برای چی بود. میخواستی نامزدم از دستم بگیری. اینقدر حرفم زود باشه، از خانوم معذرت بخوام. معذرت؟ چه معذرت؟ گفتم ازش معذرت بخوام. این زن پس قابل نیست که من ازش معذرت بخوام. زود باش ازش معذرت بخوام. خودی که حرف نزنی بهتره. مرغ بیشعور. یک ضربه و جراحت کوچکیه. خوب شد که فوری آوردنش، و الا ممکن بود عوارضی تولید کنه. در هر حال من به خانم و آقای مهندس قول میدم که چیز مهمی نیست. میتونید تشریف ببرید و با خیال راحت استراحت کنید. متشکرم آقای دکتر. ما هر دومون خیلی خوشحال شدیم. تو بی خودی همین ناراحت شده بودی. الحمدلله که به خیر گذشت. منم به پدر مادرش تلفن کردم که بیان اینجا. مخصوصاً کمی دیرتر تلفن کردم که حالش بهتر شده باشه. خیلی خوب کردید. اصلاً در بیمارستان موندنم هیچ موردی نداره. بهتره بعد از ظهر ببریدش منزل. خواهش می‌کنم آقای دکتر، حق زمان رو بفرمایید چقدر میشه. بفرمایید دفتر صورت حساب خدمتتون میدن. مرحمت بیاد. خیلی متشکرم آقای دکتر. که در مادرش که اومدن منم میگم. خیلی خوب میرم. خب مهری جون، من رفتم. خیلی متشکرم ازت. خدا خدا
دید شده. آقا خواهش میکنم بفرمایید اتاق داریوش میلانی کجا؟ بفرمایید نشون تو. ممنونم. عجله کنید، عجله کنید. اتاق شماره 3. منطقه متشکرم. وای داریوش جان، داریوش جان. داریوش چی شده؟ چی شده؟ حالا تو بگیر. حرف بزن. خانم ببخشید، ناراحتش نکنید، تازه حالش جا اومده، مزاحمش نشین بهتره. شما چی هستی؟ من مهرآورم. پس تو بچه‌مو به این روز انداختی. من میدونستم آخری که بلایی به سر بچه‌م میاد. خانم خواهش میکنم ساکت باشیم. میبینین که حالش خوبه. بله به دکتر گفت هم امروز میتونین اونو با خودتون ببرین شمنزه. آخه چطور شده؟ کی این بلا رو به سرش آورده؟ چی بگم؟ بعدا خودش براتون میگه. چیز غریبیه. چرا به من نمیگی؟ آخه تصادف کرده. با کسی دعوا شده. آخه چطور شده؟ چیز مهمی نبوده. افتاده زمین یه خورده سرش شکسته. خوشبختانه که صدمه زیادی ندید. خب داریشون حالت که خوبه. آقا و خانمم که اینجا تشریف دارن. من دیگه میرم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. داریشون حالت خوبه؟ جای درد نمی کنه مادر؟ درد. مهری کجا رفت؟ چه بیرم کدوم چی هم نمیدم؟ تو رو به این روز انداخت بازم سراغش رو میگیری؟ هم موقع این حرفا نیست، چرا اوقات چه ترخ میکنی؟ میدونم، این بلا رو اون به سر بچه هم آمد. بردم داریش جان، از کجا افتادی؟ آخه بگو چطور شده؟ تصادف کردی؟ با کسی دعوا کردی؟ ها؟ آخه حرف بزن مادر. بس دیگه مادر، اینقدر اذیت هم نکنین. زودتر منو برسونیم منزه. مهری، مهری، مهری منو ببخش. داری جان به خود پسرم، همش تقصیر این زنه. همش تقصیر من بود. چرا بی خود اینقدر ناراحتی؟ طوری نشده. تو که تقصیری نداری، همش تقصیر من بود. بکم میکنی یا چون آمده بخور؟ نه دیگه بسته، تو خیلی مشروع. بیا بریم. این چند روزه تو همش مشروب خوردی و سیگار کشیدی. این که وضعش نشد، چرا عزا گرفتی؟ داریوش که حالش خوبه، برو سر کار خودت مشغول کن. ولم کن، حوصله ندارم. آقا مهندس ببخشید که فضولی میکنم، بابا کارا همه خوابیده؟ این که وضعش نمیشه یه هفته از ناراحتی. یه جوونی فضولی که خودش هم سزا شدی.
الان که حالش خوبه، ناراحتی هم نداره. نه عباس، ناراحتی من بیشتر برای اینه که باز دارم قربانی یک اتفاق تازه میشم. همین اتفاقات کوچکی که سرنوشت آدمو تغییر میده. من هیچ وقت نخواستم مانع خوشبختی کسی بشم. قسم میخورم اگر میدونستم اونا هم دیگر رو دوست دارن، پس هیچ کوششی برای خوشبخت کردن اونها مضایقه نمی کردم. افسوس، افسوس که راه خوشبختی من همیشه مسدود بود. افسوس نداره آقا، ما باید غمخور همه دنیا باشین. اما راستی عباس، میخواستم یک عیادتی ازش بکنم. خونهشونو بلدم، پدر مادرشم میشناسم. یه روز من برد خونهشون، یه چای به هم داد خوردم. اما مثل اینکه اونا پدر مادر خودش نیستم، پدر بزرگش و مادر بزرگش هستن. یه پیر مرد و پیر زن آفتاب لب. حال داریوش چطوره؟ داریوش پسر منه. آره داریوش پسر منه. الو، مادر ببینیم چیه زنگ میزنه، شاید مهری باشه. اما آن از دست تو، هنوز خوب نشدی باز یاد هندوستان کرد. بفرمایید. سلام، بفرمایید. متشکرم، اومدم حال داریوش رو بپرسم، حالش چطوره؟ الحمدلله خوبه، به رحمت شما. خانم من به شما گفتم در اون پیشامد اصلا تقصیری نداشتم. خانم، تمام دلخوشی ما به این بچه است. این پسر نوه منه. سرانها یادگار دختر ناکام من. پدر بیرحمش مادرشو کشت و مدتی در زندان بود. الحمدلله مدت ها کورشو گم کرده، ما از شهرش راحت شدیم. حالا فقط این یه پسر رو داریم، دلمون با اون خوشه، براش خیالاتی داریم. میخواییم از یه خانواده خوب براش زن بگیریم. حالا از شما خواهش میکنم یه طوری که داریوش ملتفت نشه، کاری بکنی که علاقه شما از دلش بیرون بره. ماشاءالله شما به این خوشگلی خیلی خاطرخواه دارید. هر مردی رو که بخواید میتونین. بسیار خوب، حالا اجازه بفرمایید برم داریوش رو ببینم، میخوام حالش رو بپرسم. بفرمایید بالای پله ها، اتاق روبرو. سلام. این خانم کی باشه؟ همون خانم هست که اومده بود بیمارستان احوال پرسی داریوش دیگه. حافظم از دست دادم. سلام داریوش جان. سلام مهری، حالت چطوره؟ بشین. عکس منم که اینجا. آره، خیلی از لطفت متشکرم که به دیدنم اومدی و برام گل آوردی. تمام اون اتفاقات در اثر محبت شدیدیه که من به تو دارم. من نمیتونم کسی دیگه رو ببینم که تو رو دوست داشته باشی. مطمئن هستم که با اومدنت منو بخشیدی. بگو که منو بخشیدی. مهری جون، چرا جواب نمیدی؟ راستی داریوش، اگه کسی ادعا کنه که پدرت زنده است، باور میکنی؟ باز داری سر به سرم میذاری. پدر من چند سال پیش وقتی که من خیلی کوچیک بودم در یه تصادف اتومبیل با مادرم مرد. به تو دروغ گفتن، پدرت زنده است. تو برای دلخوشی من این حرف رو میزنی؟ نه، برای دلخوشی تو نمیگم، حقیقت داره. گوش کن تا همه ماجرای زندگی پدرتو برات تعریف کنم.
خدا کنی که راحت بشین. آقا رئیس داریوش خان اومده میخواد شما رو ببینه. لابود اومده ناز شست بگیره که نزدیک بود بفرمونه بکشه. نه خیر، اومدم ناز شست بدم. جنگی؟ بله من. تو رئیس داریوش هستی؟ خیلی براتون ناگواره که مشتتون باز شد و من پسرم رو پیدا کردم. پسرم کجا؟ شما به چه حقی؟ به چه جرأتی به من گفتی پسرم مرده؟ اون نور چشم منه، جگرگوشه منه. برای شناسنامه جعل کردید. یک پدر مظلوم و بیگناه را 18 سال تموم در زندون نگه داشتید. واقعا که خیلی بی‌انصافید. خیلی از خدا بی‌خبرید. اما حالا باید پسرم بدونه که پدر بیگناهش فدای نیرنگ شما دو نفر شده. باید پدرش بشه. باید از سرنوشت پدرش مطلع بشه. بگید ببینم پسرم کجا؟ پدر من اینجا هستم. پسر عزیزم. پدر. پسر عزیزم. پسر عزیزم که ندونسته به اسم کردم معذرت میخوام. پدر من از همه چی خبر دارم. مهری برام همه چی رو تعریف کرد. پسر عزیزم. اگه بدونی چه رنجی کشیدم. خدا را شکر که بارزون رسید. چه کنم پسر، پسر خیلی متشکرم. داریوش دست تو میدم. حافظ پسر. پدر نرو، میخوای ما بیم کجا؟ میدوش حرفا رو با هم زدی، با هم رسیدی، خوشحال باشی.